ماشین قلم روز چهارشنبه پاریس صحنه یک حادثه هولناک بود. دو تروریست حمله کردند به دفتر یک مجله مهم خبری در فرانسه، مجله شارلی ابدو، و جمعاً 12 نفر کشته شدند و عده زیادی هم زخمی شدند. شما موقع که این حادثه رخ داد کجای پاریس بودید و چه واکنشی نسبت به این قضیه داشتید؟ بله، متاسفانه این خبر هولناک وقتی به من رسید، من روی موتور بودم داشتم میرفتم مرکز پاریس و متوجه بودیم که تعداد پلیس ها زیاد داشت میشد و منم به خاطر شمایلم با این ریش یه مقدار مورد توجه قرار میگرفتیم و برای من فوری تلفن زدم بچه ها، گفتم که به هیچ وجه الان حرکت نکنیم به خاطر که اوضاع خیلی خیلی خرابه تو پاریس. و متوجه شدیم که این هفته نامه شارلی ابدو رو دو تا تروریست با که الله اکبر میگفتن وارد شدن و دونه به دونه ازشون پرسیده بودن که کیه و اسمشون رو پرسیده بودن و همه رو دونه به دونه زده بودن آوردن پایین. ولیمسکی، شعب کبو، پرانپو و یک اقتصاددان بزرگ رو به برنامه مریس همه رو زدن کشن به پلیسایی که جلو در بایستید. ولی این اتفاق انقدر راحت افتاد که وقتی تو ویدیو نگاهش میکنید این کار تو اصلا نگاه نگاه یارو وقت هم داشت کفشش هم از اون تو رو زمین در آورد رفت پلیس هم که افتاده بود تیری خلاص هم تو سرش زد. انقدر این اتفاق راحت افتاد و نتونستم کسی هم بگیرنشون حتی اونجا که واقعا آدم پیش خودش میگه که شش ریسک بزرگی ما داریم توی یک همچین محیطی زندگی کردنمون در روز روزمرهمون فکر میکنیم که راحت هم بشیم. به نظر میرسه که تروریست ها آقای ماشین قلم از قبل اطلاع داشتن که این جلسه تحریریه برگزار میشه و همه افراد مهم این مجله اون در اونجا حضور دارند. بله دقیقا حساب شده بوده و حتی الان یه مقدار یعنی مشکل اصلی این شده که کی این اطلاعات رو به بیرون داده. البته خب اینجور چیزا رو هم هیچ وقت شما نمیتونین سیکرت نگه دارید دیگه، همیشه این لو میره و اینا دقیقا میدونستن که این انجمن داره اتفاق میفته و همه سران اونجا هستن، سردبیر به اضافه بزرگترین خبرنگاران، محققها، کاریکاتوریستا و نویسنده‌ها همشون اونجا دور هم دیگه بودن و همشون رو بلافاصله از پا درآورده بودن دیگه. متاسفانه حتی خود ولینسکی خودش که متولد تونسه، بنابراین همه اطلاعات رو دارن و می‌دونید وقتی که یاد ترور شابو بختیار میندازه آدمو که خود پلیس یه جوری دستن در کاره، ولی متاسفانه این واقعیت تلخیه که همه جای دنیا باهاش این دست و پنجه نرم می‌کنیم و هیچ جا در امان نیستیم. بله اتفاقا منم وقتی که خبرش رو شنیدم یاد همون ترور دکتر بختیار افتادم که پلیس فرانسه هیچ نوع اقدامی به عمل نیاورده بود وقتی که بختیار ترور میشد. رئیس جمهوری فرانسه آقای ماشین قلم، آقای اولاند این رو یک وحشیگری غیر قابل توصیف نامیده. مردم ساکنان پاریس در این مورد چی فکر میکنن؟ یک مجله‌ای که خوب اومده و فرض کنید پیامبر اسلام رو به تمسخر گرفته و هشدار هم دریافت کرده بود رو شبکه‌های اجتماعی که تاوان این کار خودش رو خواهد داد، مردم چی میگویند در این مورد؟ بله خیلی یه دو دستگی شده، یه سری الان فوری برگشتن به صورت اکستریمیست در جهت مخالف که همه میخوان برن رای بدن به مارین لوپن که یکی از فاشیستای ناسیونالیست فرانسه است که ضد عرب آنتیسمیته و میخواد پاکسازی بکنه اینا رو. منتها یه سری آدم هایی که خود معمولتر هستن و سوسیالیست هستن و دموکراتتر هستن این حرفا و میدونن که این اکسالعمل های تند هیچ وقت چیزی رو الزاماً مثبت نخواهد کرد، ولی حتی برعکس، ولی خب یه سیستم فاسدیه که میتونه اجازه بده که یک همچین تروریست هایی با خیال راحت بیان و برای خودشون کاراشون رو انجام بدن. مردم راستش یه مقدار الان یه بیهودگی، یک پوچی در ذهنشون داره اتفاق میفته دیگه، هیچ کسی باور ندارن. یعنی تا قبل از این اتفاق که خیلی هم گفتن اصلا دیگه ما نمیخوایم به کسی رای بدیم، وقتی به یک سوسیالیست رای میدن و مثل هولام هیچ کاری انجام نمیده براشون، یه ناسیونالیست مثل سارکوزی فقط باعث آبروریزی میشه، بعد آخر سر هم همشون به رختخواب خودشون بیشتر رسیدگی میکنن تا مشکلات مردم. خود به خود اینجا الان یه ناامیدی خیلی پررنگی رو توی جامعه شما احساس میکنین و یهو جامعه میره به طرف یک فاشیسم. الان
فقط همین مردم فقط منتظرن که انتقام بگیرن. متاسفانه و خوشبختانه از یه طرف دیگه باز دوباره یه سری روشنفکر رو یه سری هنرمند هستن که سعی میکنن که پاسداری بکنن از این برخوردهای تند، عکس‌العمل‌های تند که بتونن بگن که آره این نشانه ای نیستش که تمام جامعه مسلمان فرانسه که یک بخش پررنگی از جامعه فرانسه هستن رو فوری مورد حمله قرار بدنشون. ولی خب اینا یک دایره تسلسلیه که همشون همدیگه رو میزاین و همدیگه رو نابود میکنن و ما هم در اونش قرار گرفتیم و تو این سیل مشغول شنا کردن مخالف جهت. این حادثه از سوی تمام رهبران کشورهای غربی مورد محکوم شده، به خصوص از سوی ایالات متحده و بریتانیا. نخست وزیر بریتانیا حتی حاضر شده که هر نوع کمکی که فرانسه نیاز داره انجام بده برای یافتن عاملان این حادثه. به نظر شما این حادثه که بعضی ها میگویند در واقع حمله بوده به آزادی بیان، اینو چگونه میشد جلوش رو گرفت؟ آیا راهی داشت که پلیس فرانسه، فرض کنید این مجله‌ای که با یک همچین هشدارهایی روبرو شده بود، آیا فکر میکنید پلیس میتونست اقدامات بیشتری رو به عمل بیاره برای محافظت از این از کارمندان این مجله؟ و در واقع همه متعجبن از این موضوع، به خاطر که واقعا اون محیط انقدر راحت هر کسی میتونست واردش بشه، کما که دو تا پلیس هم در بودن که حتی با وجود که حتی که فرمودید خودتون هشدار هم داده شده بود، همه هم میدونستن ریسک خیلی زیاده، مخصوصا در این شرایط وقتی یک همچین انجمنی قرار بشه معمولا بعد سکیوریتی رو یه خورده بالاتر میبردن، ولی اصلا انگار نگار این ماشین وسط خیابون پارک کرده، یک دونه پلیس هم به شرط خیابون نبوده، اون یک دونه پلیس هم دارن داخلش آوردن و ماشینم با خیلی راحت فرار کرد، رفته تا شمال پاریس، اونجا هم پارک کرد، یه ماشین دیگه هم از رو از ماشین پیاده کردن دوباره سوار شدن. متاسفانه می‌بینیم با پلیس فرانسه درگیر اتیناست این بر اون بر و اصل قضیه چیز دیگه داره، یه جای دیگه اتفاق میفته. آدم از خودش سوال میکنه آیا اینا بخواسته طبق حکم اکسل عملی نشون ندادن برای اینکه در واقع بتونن شرایط رو وخیم بکنن، برای اینکه اکسل عملی که میخواد دولت نشون بده، دولت آینده میخواد نشون بده، دیگه بهانه‌ای نداشته باشه نپرسن ازش آقا چرا اینجوری برخورد میکنی، کاری که خب سرکوزی کرد. فکر میکنید چه واکنشی ممکنه دولت نشون بده نسبت به جامعه مسلمان؟ خب اینکه جامعه مسلمان مسالمت جوی فرانسه که نباید به خاطر این حادثه مورد انتقام جویی قرار بگیره. متاسفانه اینجور خواهد شد و یعنی از این فاجعه تلخ سوء استفاده خواهد شد برای اینکه به اهداف سیاسی خودشون برسن دیگه. همیشه اگر خودشی دسترسی نباشه که دیگه اینجا خیلی آدم پارانویاک بد بشه که بتونه فکر بکنه که اینم حتی یک دسترسی دولتی میتونه باشه، ولی خارج از این فرضیه یکی از فرضیه هاست، میتونه یکی از فرضیه ها باشه، ولی متاسفانه این رو تولید خواهد کرد که در اذهان عمومی که این عکس العمل های تند مردم یک بخشیش عکس العمل دولت خواهد بود، یعنی که دولت هم مثل مردم تفکر خواهد کرد. بله، شما یک هنرمند هستین، سالها در فرانسه زندگی کردین آقای مشی قلم، بقیه هنرمندان چه احساسی دارن نسبت به این حادثه؟ آیا فکر میکنن باید دولت برخورد بیشتری نشون بده نسبت به مسلمان‌ها؟ هنرمندا در صحنه هنری چه گفته میشه؟ متاسفانه حتی تو هنرمندا که میتونیم بگیم که پررنگ ترین قشر روشنفکر جامعه هستن، اونجا هم انقدر این مدیا انقدر به خورد مردم داده میشه از طریق تلویزیون، اینترنت و هر جای دیگه متاسفم، و حتی اون هنرمندا میبینید که توشون یه سری عکس العمل‌های تند هست نسبت به مسلمان‌ها، نسبت به اسلام، و فکر میکنن که تنها دین مطرود دین اسلامه، در صورتی که خب همه میدونیم که همه ادیان یک پارچه، همشون دستن در کار این کثافت بین المللی همیشه بودن، همونقدر فاجعه در دین مسیحیت اتفاق افتاده، هنوز هم کوکلاسکلان ها توی آمریکا همونقدر تندرویی دارن میکنن روز روز که مسلمان های افراطی بر دنیا، ولی خب الان چون همه فوکس روی اسلامه، الان خب مردم هم بیشتر باورشون بر اینه که اسلامه که تنها دینی هستش که این فجایع رو به وجود میاره دیگه، و این اصلا عمومی رو به این راحتی نمیشه پاکش کرد متاسفانه. به عنوان یک ساکن پاریس آیا احساس امنیت میکنید؟ این به عنوان آخرین سوال ازتون میخواستم بپرسم.
من رفته بودم 2 هفته پیش پاکستان، اونجا میگفتن وای وای چقدر خطرناک پاکستان، ولی واقعا من بیشتر توی پاکستان احساس امنیت میکردم تا تو پاریس امروز با این شرایط. سپاسگزارم از شما شاهرخ مشکین قلم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتین برای انجام این گفتگو. سپاسگزارم از شما.